بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، بلعن و دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در جلسه گذشته عرض شد که این که بعد از وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام امامان ما عاشورای دیگری رو به راه نینداختن احتمالاتی داره. یکی از اون احتمالات این بود که شاید دیگه نیازی به تکرار عاشورا نبود، همین یک عاشورا کافی است که تا آخر تاریخ برای هدایت و قرب انسان‌ها، به نهایت قرب، برای رسوندن به نهایت قرب انسان‌ها همین عاشورا کافی است. فقط باید این عاشورا رو حفظ کرد، از تحریف و انحراف مسون نگه داشت، که امامان بعد از ابا عبدالله علیه السلام رو هم همین کار رو انجام دادن. و عرض کردیم انصافاً خود عاشورا یک مدرسه و مکتب کاملی است و عظمتی داره که برای شیعه و اهل ولایت به عنوان قدر ثانی، شب قدر دومی محسوب میشه و هر سال عاشورا بهره‌وری جدیدی داره. و ماها باید، مهم این هستش که اون جوشش تازه و اون استفاده های جدیدی که هر سال از عاشورا برای ماها هست، اون رو بتونیم بهره‌مند بشیم از عاشورای ابا عبدالله. تو این راستا صحبتی رو من خدمتتون عرض می‌کردم که چطور عاشورا قدر دوم، شب قدر ثانی شیعه هستش. توضیحی که اجمالاً خدمت شما دادم در اوتو شب قدر ماه مبارک رمضان این بود که همونجور که قرآن می‌فرماید شب قدر یک پدیده مستمری است، فقط یه اتفاقی نیست که در زمان پیغمبر اکرم افتاده و تمام شده باشه. نه، به تعبیر قرآن تنزل الملائکه بر روح، مستمرن این نزول ملائکه در شبهای قدر ادامه داره، فقط زمان پیغمبر نیست. در روایت هم ما داریم پیغمبر اکرم با چند نفر نشسته بودن، بعد حضرت سوال کردن از این افراد، فرمودن که ملائکه که نازل میشن به فرموده این سوره قرآن بر کی نازل میشن؟ اونا گفتن آقا بر شما. حضرت فرمود بعد از من بر کی نازل میشن؟ بعد از رحلت من بر کی نازل میشن؟ گفتن آقا ما دیگه نمیدونیم. حضرت اشاره کردن امیرالمومنین اونجا بودن، فرمودن که هو هازا، بر این نازل میشن، یعنی بر امام، نه شخص امیرالمومنین، بر امام. تا وقتی که امام موجود باشه در عالم، حالا امیرالمومنین یا هر امام دیگری که باشه، این نزول ملائکه در هر سال ادامه داره. بنابراین شب قدر در ماه مبارک رمضان استمرار داره و هر سالی هم عرض کردیم نکته دوم این بود که هر سال چیز جدیدی داره. واقعا اگر کسی بتونه شبهای قدر رو در ماهای مبارک رمضان درک بکنه، چیز فوق‌العاده‌ای گیرش میاد. شما ببینید این به فرموده قرآن هست، لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی اگر شما بتونید ماه مبارک رمضان که مثلا فرض کنید مال امسال گذشته بود رو درک کرده باشید، کلاستون به اندازه 1000 ماه، یعنی 83-84 سال، یعنی یک عمر بندگی میره بالا با همون درک یک شب. کلاستون به اندازه یک عمر بندگی کردن بالا میره و تو طول سال دیگه تو همین کلاس هستید تا سال آینده. اگر شب قدر رو درک بکنید، یک گام دیگری 83-84 ساله برمیدارید، یعنی یک کلاس دیگه میرید بالا. به تعبیر ساده تر، اگر کسی مثلا بتونه 10 تا شب قدر رو درک بکنه در ماه مبارک رمضان، به اندازه ای که 10 تا عمر رو بندگی کرده باشه رشد میکنه. به اندازه ای کسی که 10 تا عمر رو اومده باشه تو دنیا، همش رو بندگی کرده باشه، این رشد میکنه. اگه 20 تا شب قدر رو تونسته باشه تو تمام عمرش درک بکنه، به اندازه 20 تا عمر بندگی کردن رشد میکنه. این خیلی چیز عجیبی است، از امدادها و تفضلات خاص خدا و هدیه هایی است که خداوند متعال به پیغمبر و اهلش و کسانی که در محیط ولایت اهل بیت هستند داد.
منتها نکته سوم که اینو دیگه در جلسه قبل خدمتتون عرض نکردم و تقاضا میکنم خوب عنایت بفرمایید و از همینجا براتون روشن میشه کی میتونه شب قدر رو درک بکنه. اصلا درک شب قدر یعنی چی؟ درک شب قدر فقط بیدار بودن نیست. ممکنه تو عالم خیلی اون شب بیدار باشن، ولی به صرف بیدار بودن که اون چیزا گیرشون نمیاد. ببینید شب قدر در واقع شب ولی الله معصوم در هر زمانی است. شب قدر شب اوه، شبی است که پروردگار عالم یک ضیافت و میهمانی خاصی برای او ترتیب میده. اصلا تو خود قرآن رو شما ببینید، در همین سوره قدر در روایات هست، تو نمازاتون زیاد بخونید، این سوره سوره ولایته و فرمودن که اگر میخواید با مخالفین ما اهل بیت بحث بکنید، با این سوره باهاشون بحث بکنید. کجای این سوره سوره ولایته؟ توش کلمه ولی ولایت اینا تو سوره قدر نیست. امام باقر علیه السلام فرمودن اینجاش که شما تو این سوره قدر میگید تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. تمام ملائکه، تعداد ملائکه بی نهایته، تمام ملائکه و روح که اعظم ملائکه هست در شب قدر میان پایین. میان پایین کجا میان؟ ملک موجود مجرده، موجود مجرد فرودگاهش زمین نیست، مثل هواپیما نیست که بیاد رو زمین بنشینه. موجود مجرد فرودگاهش هم باید مجرد باشه، باید سنخیت داشته باشه. ملائکه بر روح وارد میشن، بر روح. کدوم روح؟ چه روحی تحمل این رو داره که تمام ملائکه از جمله جبرائیل، از جمله ملائکه مقرب بر او وارد بشن؟ مگه هر فاسق و فاجری میتونه تحمل این رو داشته باشه و لیاقت این رو داشته باشه که ملائکه برش وارد بشن؟ نشون میده که در عالم یک ولی معصوم هست که ملائکه بر او وارد میشن. لذا امام باقر فرمود با این سوره با مخالفین ما بحث کنید، بگید ملائکه وقتی پایین میان کجا میان؟ بر روح. چه روحی؟ روح معصوم. پس معلوم میشه که معصوم در عالم هست، چون شب قدر هست، چون نزول ملائکه هست. پس معلوم میشه که ولی خدا در عالم هست. خب اون وقت وقتی که این تعداد ملک بر ولی الله معصوم وارد شدن، چه اتفاقی میفته ما ها نمیفهمیم، طبیعیه نمیفهمیم. این دیگه خود ولی الله میداند و خدایی که براش این مهمانی و ضیافت رو ترتیب داده. فقط ترشحاتی از این مهمانی و نازله‌ای از این مهمانی به ما میرسه همونیست که اعمالمون اون شب به اندازه یک عمر ما رو ببره بالا. این ترشحات اون مهمانیه ها، این نازله‌ای از اون مهمانیه که خدا اصل مهمانی رو برای ولیش ترتیب داده. ما ها سر سفره ریزخار ولی او هستیم. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. اهل بیت هر چی کسی گیرش اومد به واسطه شما بود. خب حالا عنایت بفرمایید، اون نازله‌ای که از سفره معصوم و از اون میهمانی خاص خدا با معصوم به ما میرسه، به کی میرسه؟ به اون کسی میرسه که اون شب توسلش به معصوم باشه، دست به دامن معصوم باشه. ماها گمان نکنیم راه خدا رو هر کی میتونه سرش رو بندازه پایین بره راه خدا رو بره. راه خدا فقط یک راهه، صراط فقط یه دونه بیشتر نیست. پیغمبر اکرم با چوب رو زمین چند تا خط کج کشیدن، یه خط صاف، فرمودن صراط یه دونه بیشتر نیست. این چنین نیست که گمان کنیم هر راهی دلمون خواست بریم راه خداست. یه راه بیشتر نیست. نه اینکه راه‌های دیگر هست به ما نگفتن، نه، یه راه بیشتر نیست اصلا. و اون یه راه چیه؟ از صراط هو علی ابن ابی طالب. یه راه بیشتر نیست، یه باب خدا بیشتر نداره که از اون در باید وارد بشید. باب الله کیه؟ عین باب الله الذی منه یؤتا معصومین. هیچ راه دیگری هم نداره. بنابراین اگر کسی تونست تو اون شبها که میهمان اصلی خدا ولی اللهه، اگر کسی تونست یه قدم به معصوم، به این باب نزدیک بشه، شب قدر رو تونسته درک بکنه. درک شب قدر اینه، نه بیدار بودن. بیدار بودن شرط لازم هست ولی شرط کافی نی. ممکنه کسی بیدار باشه ولی چیز گیرش نیاد. بیدار باید باشه و توسل بکنه، بیدار باید باشه و از این باب وارد بشه، از باب الله وارد بشه. من اراد الله بدأ بکن. حالا میفهمید برای چی شب قدر قرآن میذارید سرتون؟
و میگید بکه یا الله به محمدن به علین به فاطمه، دونه دونه متوسل میشید؟ چون از این باب باید برید، باید دست به دامن قرآن و اطرت باشید تا را بدن، تا درک بکنید شب قدر رو. بنابراین قرب ما به خدا تابع قرب ما به معصومه، باید از اینجا بری و درک شب قدر یعنی این. ولذا نشانش اینه که فردای اون روز اگر کسی قرار باشه که تو زندگیش هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، خوب نهایت بفرمایید، اگه کسی فردای شب قدر همونه باشه که دیروز بود، هیچ فرق نکرده، هیچی، خب این آیا امکان داره که به اندازه 1000 ماه رفته باشه بالا؟ این امکان داره که یک کلاس به اندازه یک عمر بندگی رو گذرونده باشه؟ معلوم که خوب هنوز نزدیک نشده به ولی خدا و از اون طریق به خدا تقرب پیدا نکرده. باید یه تفاوتی تو زندگیش از فردای اون روز نسبت به ولی خدا، یه توجه بیشتر، یه قرب بیشتر، غفلتش کمتر شده باشه به ولی خدا، که نشون دهنده این باشه که از باب الله وارد شده. خب همین مسئله در رابطه با محرم هم هست. تو محرم عزادار اصلی کیه؟ همونجور که تو شب قدر میهمان اصلی خدا ولی خدا بود، تو محرم عزادار اصلی کیه؟ من از خودتون میپرسم، کی از همه قلبش بیشتر مجروحه؟ کی؟ معصوم در هر زمان و در زمان ما، وجود مقدس حجت ابن الحسن، او هست. درسته که حقیقتا قلوب شیعیان در عزای ابا عبدالله عزاخانه است، اما عزاخانه اصلی اونجاست، قلب مطهر امام زمانه. خب لذا شما تو روایت شنیدید، تو مفاتیح هم مرحوم محدث قمی آورده که امام رضا علیه السلام فرمود پدرم موسی بن جعفر از اول محرم که میشد دیگه کسی لبخند بر لبش نمیدید و این حزن هر روز زیادتر میشد، روز عاشورا که میشد دگرگون بود. روز عاشورا که میشد اونجا دیگه حزن اکبر بود. معصوم اینه، معصومی که عاشورا رو بهش نشون دادن. من و شما یه چیزی شنیدیم ولی اون میبینه تمام عاشورا رو. بعضی از افراد بودن از اولیاء خدا، یه گوشه ای از عاشورا رو بهشون دادن بیچاره شد، نشون بهشون دادن بیچاره شدن، بیتاقت شدن. یه گوشه ای از بلای سید الشهدا رو بهشون نشون دادن بیتاقت شدن. مرحوم آیت الله نجفی قوچانی، همین کسی که کتاب سیاحت غرب رو نوشته، یه کتاب دیگری داره به نام سیاحت شرق، اونم خوندنیه. این کتاب سیاحت غرب زندگی آخرتی خودشو نوشته، تو سیاحت شرق زندگی دنیایی خودشو از بچگی نوشته، خودش نوشته، این دیگه واسطه نداره، تو اون کتاب خودش با قلم خودش نوشته. نوشته که یه روز عاشورایی بود، من از نجف پیاده می اومدم به سمت کربلا، همونجور که الانم مرسوم هست مؤمنین این کار رو میکنن، پیاده را افتادم، با خودم آب بر نداشتم، گفتم نیازی نیست، بار سنگین لازمی با خودم بردارم، تو بین تو این منازل بین راه، کاروانسراها و منازل بین راه آب تهیه میکنم. همینجور راه افتادم اومدم، به منزل اول که رسیدم دیدم آب نیست، گفتم حالا منزل دوم، به منزل دوم که رسیدم دیدم بس است، اینجا هم آبی نیست. از چند نفر از مسافرین تو راه، همینایی که پیاده این ور میرفتن، خواستم، اونا یا نداشتن یا به اندازه خوردن خودشون بود. امام حسین میخواست یه پذیرایی ازش بکنه، اینجوری تشنگی براش داشتن فراهم میکردن، گفت حالا میرم، بر سرعت قدمهای خودم افزودم که زودتر بتونم به کربلا برسم. از دور برق گنبد طلایی ابا عبدالله علیه السلام پیدا بود، شاید یک فرسخ هنوم مونده بود، من دیگه راه رفتنم شده بود هروله، سریع حالت نزدیک به دویدن به هم دست داده بود، تشنگی یواش یواش داشت تبدیل می شد به آتش. آفتاب وسط آسمان به سمت ظهر می رفت، هوا بسیار گرم، من عرق می ریختم، فوق العاده تشنم بود و یواش یواش جیگرم داشت می سوخت، تا اینکه حس کردم که واقعا دارم می سوزم. ماها آتش رو، آتشی که مثل سید الشهدا کشید رو
چیه که تو روایت گفته شده یهول الاتش بینه و بین السماء کالدخان، بین خودش و آسمان رو دود میدید، سیاه میدید، دود میدید. ایشون میگه، آقا نجفی قوچانی میگه، همین جور که میرفتم و واقعا تشنم بود و جیگرم میسوخ، یه مرتبه یاد بچه های امام حسین افتادم که بچه های امام حسین چی کشیدن. حالا بزرگترها هم خیلی سختی کشیدن، ولی بالاخره بزرگترها بزرگن، بچه ها چی کشیدن. تو کربلا 23 تا بچه بود، 3 ساله، 2 ساله، 6 ماهه، شیرخاره، 4 ساله، 7 ساله، 23 تا بچه کوچک بود تو کربلا. بچه ها چی کشیدن از تشنگی؟ بگه همین که یاد بچه ها افتادم حالم عوض شد، عشق از چشمم شروع کرد سرازیر شدن و از حال خودم رفتم بیرون. یه مرتبه خدا یه عنایتی کرد کنارم، یه صحنه‌ای به من نشون دادن، مکاشفه ای بود، صحنه عصر روز عاشورا، اون موقعی که ابا عبدالله علیه السلام و یاران با وفا شهید شده بودن و خیمه ها رو آتش زدن. اون موقع میگه اون صحنه رو به من نشون دادن و دیدم که بچه ها تو بیابان هر کدوم فرار کردن، به سمتی میدوند. عمشون فرموده بود دیگه، فرموده بود بچه ها پخش بشید تو این بیابان، پخش بشید. هر کدوم به سمتی میدویدن، اما بعضی هاشون دامن های آتش گرفته داشتن. میگه من آنچنان عشق میریختم، میدیدم، میسوختم، باید میساختم، کاری نمیتونست، بخواستم برم بگیرم بعضی از این بچه ها رو بغل کنم این آتیششون خاموش بشه، اما خب فقط صحنه بود که باید میدیدم. میگه اصلا دیگه تشنگی خودم فراموشم شد، هیچ دیگه تو حال خودم نبودم، پاهام میرفت رو تیغ، میرفت رو سنگ، خون میافتاد، من اصلا تو حال خودم نبودم، فقط اون صحنه رو میدیدم، اون صحنه رو میدیدم. تا اینکه یه مرتبه خودم رو تو کوچه های کربلا یافتم. البته من دیگه حالا این قسمتاش مربوط به بحث من نیست، یه صحنه بهش نشون دادن که اصلا از حال خودش رفت بیرون، اصلا آتش خودش فراموشش شد. وقتی اون بلای کوچولوشو بهش نشون دادن، آتش خودش یادش رفت. دنبالش هم قشنگه، بد نیست بشنوید. میگه یه مرتبه خودم رو یافتم که وارد کوچه های کربلا شدم، به خود اومدم، نگاه کردم، دیدم صورتم خیس از اشک و عرق غبارآلود، پاها خون خورده به سنگ و تیغ و امثال اینا، متوجه نبودم. مردم دارن منو نگاه میکنن با تعجب که وای چه هیئتی این وارد شده، به این وضع وارد کربلا شده. رفتم کنار یک نهری، صورتم و پاهام و اینا رو همه شستم، اومدم تو صحن مطهر ابا عبدالله علیه السلام، نشستم یه نفسی تازه بکنم. همین که نشستم دیدم صدای زنگ ساعت بزرگ حرم به صدا در اومد، مثلا حالا ساعت 6 فرض کنید بعد از ظهر بود، نمیدونم کی بود، 3 بود، 4 بود، صدای زنگ به صدا در اومد، اما من صدای زنگ نمیشنوم، این صدا رو میشنوم، هل من ناصر، هل من ناصر، هل من ناصر. میگه یه مرتبه دلم ریخت، بلند شدم، عشق از چشمم جاری شد، یا ابا عبدالله هنوز بعد از 1000 خورده ای سال صدای هل من ناصر شما بلنده، خدایا کی هست که او رو یاری کنه. یه مرتبه دیدم صدای زنگ ساعت بزرگ حرم ابوالفضل به صدا در اومد که از دور صداش میشنیدم، اما من صدای زنگ نمیشنیدم، این صدا رو میشنیدم، لبیک لبیک لبیک. رو کردم به سمت حرم ابوالفضل، گفتم جانم فدای تو یا ابوالفضل، هنوز بعد از 1000 خورده ای سال صدای هل من ناصر برادرت رو تو لبیک میگی. صحنه هایی از خیلی کوچکی از عاشورا و اون حادثه رو نشون بعضی از اولیاء خدا دادن، بیچاره شدن، بیتاقت شدن. من خدمت شما بارها عرض کردم این رو، حضرت آیت الله آقای وحید خراسانی در درس می فرمود دستورالعملی است که یکی از اهل معرفت این رو گفته و کاملا این دستورالعمل مطابق با معارف اهل بیته، که اگر کسی این دستورالعمل رو انجام بده تمام عاشورا رو بهش نشون میدن. البته ایشون نفرمود این دستورالعمل چیه ها، نفرمود چیه. اگر کسی این ریاضت و دستورالعمل رو تحمل بکنه تمام عاشورا رو بهش نشون میدن جز 3 ساعتش رو، که احدی طاقت دیدنش رو نداره، احدی طاقت دیدنش رو نداره. اون 3 ساعت از اون هنگامی بود که ابا عبدالله از اسب افتاد تا اون موقعی که شمر نشست بر سینه مطهرش، کسی طاقت اون 3 ساعت رو نداره.
بعد ایشون میفرمود که این 3 ساعت هم جلو چشم امام زمان، این 3 ساعت هم جلو. وقت حالا ببینید امام زمان تو زیارت ناحیه میگه جد غریبم اشک چشمم خوش شد خون برات گریه میکنم. بعضیا اینو نفهمیدن گفتن مجازگوییه، از باب مجازه. مجاز چی عزیز من؟ تو اشکت نمیاد نمیفهمی اینو چرا حمله بر مجاز میکنی؟ چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. نه خیر، کاملا حقیقت. فرمود لابکین لکه بدل دموع دما، من خون گریه میکنم اگر اشک چشمم خوش شد بر تو خون گریه میکنم. خب حالا شما نگاه بکنید، محزون ترین قلب تو این عالم اوست، دگرگونه تو این ایام. درسته که تو تمام سال دگرگونه، لعندوبن نکه سباهن و مساهن، صبح و شب بر تو گریه میکنم، اما خصوص این دهه یه جور دیگریست. و هرچی به عاشورا نزدیک میشه و روز عاشورا که دیگه انقلاب و جوشش خاصیست در قلب مطهر معصوم. خب حالا نگاه بکنید، اگر این قلب با صفا، این قلب معصوم و پاک این چنین حزنی داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش رو تو قرآن ببینید. تو قرآن فرمود الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون. اون کسانی که وقتی یه مصیبت بهشون میرسه، مصیبت زده هستن، این مصیبت رو به خدا برمیگردونن و تسلیمن، راضین، تسلیمن، شکایت نمیکنن، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، 3 چیز رو من خدا بهش میدم. به مصیبت زده 3 چیز رو میدم. اولائک علیهم صلوات من ربهم. یکی صلوات از نوع پروردگار. یه موقع ما صلوات میفرستیم، یه موقع خدا هست که بر کسی صلوات میفرسته. صلوات خدا خیلی چیز پشتش هست. خدا میفرماید 3 چیز رو من بهش میدم که در روایت هست برای یه دونه از این 3 چیز ملائکه قبطه میخورن. برای یه دونه از این 3 چیز که گیرشون بیاد. به مصیبت زده 3 چیز میدم. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، رحمت خاص، و اولائک هم المهتدون، هدایت خاص. این 3 چیز. اول کسی که این 3 چیز گیرش میاد از خدا کدوم مصیبت زده است؟ ولی خدا که از همه بیشتر مصیبت زده است. این 3 چیز گیرش میاد. وقتی این 3 چیز گیره ولی خدا اومد در روز عاشورا، هر عاشورایی ها، نه فقط یه عاشورا، در هر عاشورایی وقتی این 3 چیز گیره ولی معصوم الهی اومد، اون وقت کسانی که سنخیت دارن با ولی الله، یحزنون لحزننا، اونایی که تینتشون از تینت اهل بیته، سنخیت دارن با اهل بیت، اون وقت یه نازله ای از اون رحمت و برکت، از اون 3 چیزی که گیره حضرت اومده، یه نازله ای هم گیره اینا میاد. از این جهت بود که عرض کردم عاشورای هر سال چیز جدیدی داره، چون در هر سال خدا رحمت و هدایت و صلوات خاصی بر معصوم داره، مثل شب قدر که میهمانی خاص داره، و اون کسانی که در پرتو ولایت معصوم هستن از اون میهمانی چیز گیرشون میاد. انشالله بتونیم استفاده کنیم از این ایام، هم آداب ظاهری محرم و عاشورا رو حفظ کنیم، هم آداب باطنیشو، هم آداب ظاهریشو حفظ بکنیم. سیاه پوشیدن، سیاه زدن، چقدر خوبه این کسانی که در خونه هاشون یه پرچم سیاه میزنن. آدم واقعا لذت میبره، توی کوچه ای وارد میشه ببینه تمام خونه ها پرچم سیاه جلوشون زدن. البته گاهی موقع ممکنه 2-3 نفر زرنگ، 2-3 نفر رندی که میدونن چجوری از اهل بیت چیز بگیرن، تو اون کوچه 2-3 نفر باشن که دم همه خونه ها جوش دادن یه جای میلهی و هزینش هم تحمل کردن، که اون وقت ایام عاشورا شده پرچما رو هم میدن، میگن آقایون ما در خونه هاتون زدیم، هم که راضی ان، ازشون هم اجازه میشه گیره این پرچما رو همه بزنید در خونه هاتون. و وقتی آدم وارد یه شهر میشه میفهمه که این شهر همه عزاداران ابو عبدالله هن. در مغازه ها، در خونه ها، شرکت در مجالس و محافل، دیگه باید تو این دهه به خصوص، تو این دهه یه مقدار از کسب و کار، یه مقدار از مشغله ها باید کم کرد، تو این مجالس شرکت کرد، آدم بتونه این شبه قدر تا عاشورا چیز گیرش بیاد باید شرکت آدم بکنه. هر روز بتونید یه زیارت عاشورا حداقل تو این دهه بخونید، هر روز تو یه زیارت عاشورا تو این دهه
بخونید. 10 دقیقه است. حالا 100 لعن و 100 سلامش هم اگر نه، حداقل خود زیارت عاشورا 10 دقیقه، یه رو بیشتر نیست. با توجه آدم بخونه. این کارا رو انجام بدیم، نسل اولاد ما ببینن که تو خونه، تو شهر یه اتفاقی افتاده، عوض شده، یه جوری دیگه شده. پدرم، مادرم دیگه اون چیزایی که در ایام دیگه میگفتن و میخندیدن و اسباب شادی بود، دیگه الان نیست. تو این دهه ایام عزاست، ایام حزنه. اینا رو باید همه متوجه بشن بچه‌ها از رفتارهای بزرگتراشون. هم آداب ظاهری رو آدم حفظ کنه، تو مجالس ابا عبدالله که شرکت میکنیم با وضوع باشه، ادب مجلس رو حفظ کنیم. این مجالس صاحب عزا داره، این مجالس صاحب داره، ادب این مجالس رو آدم حفظ بکنه، بدون کجا اومده. وقتی که امام صادق میگه من این مجالس رو دوست دارم، وقتی حب امام صادق تو این مجالس هست، آدم به هر حال بدونه که نظر تو این مجلس. و آداب باطنی مهم اینه، علاوه بر این آداب ظاهری محرم که هممون الحمدلله کم و بیش موفق هستیم و حفظ میکنیم، اون ادب باطنی. ادب باطنی این هستش که آدم با عاشورای ابا عبدالله سالک بشه، را بیفته، آدم بتونه با این مکتب که رشد میده آدم رو، رشد بکنه، خودشو بسپاره. عاشورای ابا عبدالله یک دوره سلوک کامل هست، یک دوره سلوک، نه این عرفانهای مندرآوردی و ریاضتهای جوکیبازی و بعضی از این عرفانهای انزوا و عرفانهای قلابی و مدعیانی که عرفانهای هندی و سرخپوستی و عرفانهای بیمعنویت و بیخدا رو گاهی موقع آوردن برای اینکه اون حقیقت رو گم کنن، اون حقیقت رو پنهان بکنن. نه، عرفان ابا عبدالله که ابا عبدالله جلو دارت خواهد بود و با شفاعت او رشد میکنی. عاشورای امام حسین یک دوره سلوک کامله و زیارت عاشورا درسنامه اون سلوک. اگه کسی بتونه منازل و مراحل سلوک رو از جا در بیار، که انشالله این فرصتی که دو سه جلسه که من خدمتتون هستم عرض خواهم کرد، زیارت عاشورا درسنامه سلوک عاشورایی است که اگر کسی میخواد با ابا عبدالله و با محوریت و شفاعت معصوم و دستگیری او حرکت کنه، نه کسی دیگه، جلودارش معصوم باشه، این دیگه انحراف و خطا اینا توش نیست، با قدم او حرکت میکنه آدم، با قدم کسی که خدا او رو نه عبدالله که ابا عبداللهش کرد. یعنی حسین من، تو عبدالله نیستی، بالاتری، ابا عبداللهی. هر کی میخواد تو این عالم عبدالله بشه و بندگی بکنه، ابش باید تو باشی، سرپرستش باید تو باشی، تو باید دستشو بگیری و حرکتش بدی با شفاعت و دستگیری ابا عبدالله. این سلوک عاشورایی 4 تا مرحله داره. من فقط یه گوشه از یه مرحله شو عرض میکنم، بقیهش باشه برای شبهای بعد. عرض کردیم زیارت عاشورا درسنامه این سلوک، مراحل رو بیان داره میکنه. زیارت عاشورا رو کم نگیرید ها، که هیچ کدومتونم نمیگیرید. میدونید تو بین زیارات ما تنها زیارتی که حدیث قدسیه، از خود خدا به ما رسیده، این زیارت عاشورا، سندش رو ببینید. بعد از زیارت عاشورا سندش نقل شده، امام باقر از پدرش، از پدرش همجور بر بالا، از پیغمبر، از جبرئیل، ان الله تبارک و تعالی. این زیارت عاشورا حدیث قدسیه، تنها زیارتی که از خدا به ما رسیده، یه واوش بی حساب نیست، همه چی رو حساب. این زیارت، اون وقت شما تو زیارت عاشورا وقتی وارد میشید، بعد از اینکه سلام ها رو میدید، اشاره شده به اول منزل سلوک. اول منزل این هست: لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات. اول منزل سلوک عاشورایی و اول قدم عرفان با ابا عبدالله را افتادن با ما نیست، اول قدم با ابا عبدالله. الله اکبر. حاج آقا این چه سلوکی، این چه تربیتی، این چه را افتادنی که اول قدمشو ما بر نمیداریم. بله، اول قدمشو او بر میداره، ما با قدم او را میفتیم. اول قدم این سلوک با اوست. و عجیب اینجاست که این اول قدم با بلاست.
ولذا اول زیارت عاشورا اشاره به مصیبت امام حسین میکنه. مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. اول قدم بلاست. بزرگترین عبادت سید الشهدا، نه سید الشهدا، بزرگترین عبادت تمام معصومین میدونید چی بوده؟ بزرگترین عبادت تمام معصومین بلاهاشون بوده، بلاهایی که احدی طاقت کشیدن اونها رو نداشت، فقط منحصر به خودشون بود. افضل الاعمال احمزها، بالاترین عملشون بلاهاشون بوده. بالاترین عمل امیرالمومنین اگه از ما بپرسن چیه؟ اون نماز علی نیست که تیر از پاش کشیدن بیرون، با اینکه اون نماز رو کسی جز خود علی نخوند، اما باز بالاتر از این امیرالمومنین یه چیز دیگه داره، یه عبادت دیگری داره. بالاترین عمل امیرالمومنین لیلة المبیت علی نیست که جای پیغمبر خوابید، با اینکه احدی غیر از او این کارو نمی‌کرد، اما باز امیرالمومنین بالاتر از این عبادت هم یه چیز دیگه داره. حتی بالاترین عبادت امیرالمومنین ضربه علی روز خندق نیست که پیغمبر فرمود ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یعنی اگر تمام عبادات جن و انس، تمام عباداتشون تو طول تاریخ تو یک کفه ترازو باشه، یه ضربه علی در جنگ خندق تو یک کفه دیگه باشه، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، از اون عبادت جن و انس این یه ضربه بالاتره. اما با این وجود باز بالاتر از اینم امیرالمومنین یه چیز دیگه داره، یه عبادت برتر از اینم داره. دیگه چی؟ بالاترین عبادت هر معصوم بلاهای اوست که طاقت کسی نبود. بالاترین عبادت علی این بود که ریسمان گردنش بندازن بکشنش تو کوچه ها ببرنش. بالاترین عبادت علی این بود که جلوی چشمش زهراش رو بزنن و نگاه بکنه. مگه کسی میتونه اینها رو تحمل بکنه؟ ولی برای حفظ دین خدا چشم، برای حفظ دین خدا این کار رو من میکنم. این بالاترین عبادت هر معصومی است. بالاترین عبادت امام مجتبی صلحش بود، اون بلا که بهش کنایه میزدن، نیش میزدن، طعنه میزدن. بالاترین عبادت ابا عبدالله علیه السلام عاشوراش بود. بلاهای هر معصومی بالاترین عبادت اوست که احدی غیر از او، احدی حتی انبیاء اولوالعزم غیر از این 14 نفر تحمل اون بلاها رو نداشت، احدی غیر از او تحملش رو نداشته. امیرالمومنین علیه السلام اون کسی بود که میگفتن فریادهای بلندش تو جنگ نه فقط دل دشمن رو میترسون، او که بماند دوست وقتی که صدای فریاد امیرالمومنین رو میشنید میترسید، دلش خالی میشد. امیرالمومنین کسی بود که پهلوانها و خیلی گردن کلفتا رو به خاک کشیده بود، اما همین علی شجاع این چنینی وقتی زهراش رو به خاک کشیدن هیچی نگفت، چیزی نگفت. چرا؟ به خدا قسم برای مثل امیرالمومنین علیه السلام ده ها و صد ها بار کشته شدن راحت تر بود از اون صحنه. برای امیرالمومنین خیلی راحت تر بود کشته شدن تا او. خودش می فرمود که والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. به خدا قسم پسر ابی طالب نسبت به مرگ مشتاق تر است از طفل به سینه مادر. من ترس ندارم. اما علی جان امتحان شهادت طلبی رو ازت گرفتیم، 20 شدی، میدونیم که در راه ما، در راه خدا کشته شدن برای تو کاری نداره، اما میخوایم یه امتحان سخت‌تر ازت بگیریم و اون این که ببینی زهرات رو جلو چشمت بزنن و نمیری. حالا میخوام امتحان نمردن ازت بگیریم، نمردن، امتحان نمردن، ببینی و تحمل کنی. این رو امیرالمومنین کشید و پیر شد که راوی میگه بعد از اون قضایا وقتی علی رو دیدم یه جا صحبت میکرد یه موی سیاه تو سر و صورتش نبود، پیر شد علی. اینها هست بزرگترین عبادات معصومین. بزرگترین عبادت سید الشهدا بلاشه، بلایی که ما ظاهرش رو میبینیم اما ضیافت خداست توش برای او. لذا زینب کبرا که باطن بلا رو میبینه وقتی ابن زیاد داشت بهش طعنه میزد گفت دیدی که خدا با برادرت چه کرد؟ زینب کبرا گفت ما رأی تو الا جمیلا، تو کوری باطن این بلا رو نمیبینی، تو فقط ظاهرش رو میبینی، باطن این بلا میهمانی خداست، داره ما رو میبره بالا.
ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی نمیبینیم. منتها تو نمیتونی ببینی، اون باطن این بلاست. بالاترین عبادت هر معصوم بلاهای اوست. بذارید امشب از همینجا بحث رو تمام بکنیم. من انشاءالله فردا شب، چون بحث همین منازل سلوک با عاشورای ابا عبداللهه، که اگر کسی میخواد تا عاشورا همگام بشه با سیدالشهدا و زیارت عاشورا بهش درس بده که اول چیکار کن، بعد مرحله بعد چی، بعد منزل بعد چی، اونو انشاءالله میگذاریم برای شبهای بعد. فعلا همینجا اجازه بدید بحث رو ختم بکنیم، و چون یه مقداری حالا دیرتر شد، انشاءالله ذکر مصیبتی بقیهش رو میگذاریم برای شب آینده. از امیر المومنین خدا یه امتحان گرفت، امتحان نمردن. از زهرا هم خدا یه امتحان گرفت. زهرا جان، ما میدونیم که تو هیچ تعلقی به دنیا نداشتی، تو اصلا حوریه انسیه بودی، تو تعلقی به دنیا نداشتی، به مال دنیا نداشتی، اینا رو میدونیم زهرا جان. تو بی تعلقی بیست شدی، اما حالا میخوایم یه امتحان دیگه ازت بگیریم که خیلی پیچیده است، و اون امتحان این هستش که میخوایم حالا برای فدک بدویی، که یه عده نفهم بیان بهت طعنه بزنن زهرا چرا انقدر دنبال دنیا میدویی؟ آخه یه تیکه زمین مگه چیه که انقدر برای از خودت هزینه میکنی؟ چرا انقدر دنبال دنیا میدویی؟ اما زهرا جان اینا نمیدونن، تو اهل دنیا نیستی، که تو اهل دنیا نیستی. که سلمان وقتی که چادر وصل خورده زهرای عطر رو دید، فقط کاری که تونست بکنه صورتش رو برگردون، دست به صورت بگیره، حقیقت گریهش خیلی بلند نشه. دختر اول شخص عالم وجود و چادر پینه خورده و چادر وصل دار. من چرا از زهرا گفتم؟ چون امشب شب سوم محرمه، یه زهرا کوچولویی تو کربلا هست که من خواستم از مادرش وارد بشیم ابتدا. بذار اسم مادرش رو اول بردم. یه فاطمه صغیره تو کربلا هست که اصلا به نام رقیه کمتر تو تواریخ گذشته اسمش اومده، به نام فاطمه صغیره هست. بعضی نقل نکردن اسم این بزرگوار، اما بعضی دیگه از بزرگان اسمش رو آوردن. مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم ذکر کرده که ابا عبدالله این دختر 3-4 ساله رو داشت. قبل از محدث قمی بعضی دیگه از بزرگان ما این رو گفتن که این دختر 3-4 ساله را ابا عبدالله علیه السلام داشت. من گاهی موقع ها به دوستان میگفتم که اگر یه موقعی کربلا مشرف شدید، اذن دخول حرم امام حسین علیه السلام اشکه. به قول مرحوم علامه مجلسی تو بهار، اذن دخول همه حرم ها اشکه. یعنی اگه میخوای وارد یه حرم بشی، فوری وارد نشو. حرم امام رضا میخوای وارد بشی، اون کنار بیشین، یه مقدار گدایی بکن، بذار دلت بشکنه، راحت بدن، بعد برو. اون اذن دخوله، اون دل شکستن و اشک جاری شدن. این اذن دخولایی هم که به دیوار زدن، اینم خوبه ها، این مقدمه اون اشکه، این مقدمه دل شکستن. اذن دخول اصلی اونه، اون دل شکستن است، اون هست. به بعضی از رفقا عرض می‌کردم که وقتی که کربلا مشرف شدید، می‌خواید برید حرم سیدالشهدا علیه السلام، اذن دخولش اشکه. اگه یه موقع دیدید اشکتون نمیاد، اگه دیدید دلتون سنگینه، سری وارد نشید. همون کنار حرم پشت دری جایی بشینید، وایسید، یه گوشه‌ای برید. یه کاری من بهتون میگم، زود امام حسین تحویلتون میگیره، خیلی زود. و اون این که با خودتون اون مقدار که بلدید یه روزه‌ای برای حضرت رقیه بخونید. بشینید با خودتون اون مقدار که بلدید، آهسته یه روزه‌ای برای این دختر کوچولوی امام حسین بخونید. انقدر سریع ابا عبدالله تحویلتون میگیره و این دل میشکنه. این دختر از اون موقعی که چشم باز کرد مادرش رو از دست داد. مادرش ام اسحاق بود که همون هنگامی که موقع تولد این دختر بچه کوچولو بود از دنیا رفت. امام حسین علیه السلام هم براش پدر بود هم مادر. خیلی علاقه داشت به ابا عبدالله، ابا عبدالله هم خیلی علاقه داشت به او. اونایی که حرم این 3-4 ساله مشرف شدید میدونید، ولو این حرم رو خیلی بهش رسیدن، خیلی قشنگ شده، اما هنوز بوی خرابه میاد، هنوز سوز خرابه تو حرم رقیه هست. یه موقعی یکی از اهل علم میگفتش که یه کاروانی از تبریز اومده بود حرم از رقیه سلام الله علیها، اومده بودن
و خب این تبریزی ها و به هر حال کسانی که برادران آذری زبان ما هستن، یه سوز خاصی تو روزه هاشون هست که هممون میدونیم این رو، میفهمیم این رو، یه سوز خاصی دارن. این اهل علم میگفت که این کاروان تبریزی ها ترکی میخوندن، من نمیفهمیدم، ولی از گریه و زجهشون من گریم گرفته بود و حال عجیبی تو این حرم، تو این حرم نازدانه ابا عبدالله علیه السلام به وجود اومده بود. یه پیرمردی بود، بلند بلند یه چیزایی میگفت و همه فریاد میزدن از گریه. من به کنار دستیم گفتم که فلانی تو میفهمی ترکی بلدی؟ گفت بله. گفتم این پیرمرد چی میگه که اینجوری زجه میزنن؟ گفت این پیرمرد میگه رقیه جان، خیلی مدت بود اسم تو کاروان نوشته بودم که بتونم بیام پابوست، مثل این که لیاقت نداشتم ولی الان تونستم بیام، ممنونتم. رقیه جان حاجت خیلی من دارم، خیلی حاجت دارم، اما برای حاجت گرفتن، برای حاجت گفتن نیامدم. آمدم بهت بگم رقیه جان، دامنت آتش گرفته بود، بدنت سوخته بود، التیام پیدا کردی؟ آمدم بگم که تو اون زمین سنگ لاخ کربلا وقتی تو رو دواندن پاهات مجروح شده بود خوب شدی؟ رقیه جان من اومدم بهت بگم که اگر میای رو سرم بگذارم، با همین زبون عامیانه خودش، رو سرم بگذارم ببرم تبریز خودمون، تا آخر عمر من دورت بگردم، خادمت باشم. یا ابا عبدالله، مثل امشبی توسل ما به عمه کوچولوی امام زمان، این نازدانه شما هستش، از این دامن پرمهر چیز بگیرید. خدا کنه راست نباشه این چیزی که تو بعضی از تواریخ گفتن. این طفل معصوم گرسنه بود، تشنه بود، خسته بود، همه خسته بودن، همه خسته بودن. این چنین نبود که برای اینا رخت خواب پهن بکنن، بستر پهن کنن، بخوابن. تو سفر اسارت بالای مرکب بود که خیلی از اوقات چرت می‌زدن، پشت یک خرابه‌ای، پشت دروازه‌ای، اون جیجه‌ها باید می‌خوابیدن. خواب درستی نبود، غذای درستی نبود. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایید که عمم زینب کبرا سه شعبانه روز سهمیه غذای خودش رو به بچه‌ها داده بود، اصلا توان در بدن دیگه نداشت، نمازهای مستحبیشو نشسته می‌خوند، دیگه توان در بدن و رمق در تن نداشت. این طفل معصوم رو نقل میکنن تو یکی از این منازل بین راه که داشت میومد، چرتش زد رو مرکب و از شتر پرت شد پایین. خدا کنه راست نباشه، از شتر پرت شد پایین. و اگر کسی از کاروان عقب میموند، با سیلی بود که او رو میرسوندنش به کاروان. در خرابه، روزه خرابه رو همتون بلدید، در خرابه وقتی که خواب پدر رو دید خیلی ستم دیده بود، وقتی خواب پدر بزرگوارش رو دید که مثل همیشه اومده بغلش کرد، بوسیدش، شروع کرد درد دل کردن با پدرش، پدر جان ببین با پاهام چی کار کردن، شروع کرد اینا رو گفتن. یه مرتبه از خواب بلند شد، دید همون خرابه سرد و تاریک، شروع کرد اشک ریختن و گریه کردن. عمه مهربانش گفت عمه جان چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت عمه جان من الان پدرم رو دیدم. پدرم کو؟ پدرم کو؟ زینب کبرا فرموده باشه که پدرت به سفر رفته، کنایه از سفر آخرت، پدرت به سفر. نه عمه جان من همین الان خودم تو بغلش بودم، من الان خودم تو بغلش بودم. همه شروع کردن اشک ریختن و گریه کردن. تو این سر و صداها که شد، اون سر مقدس رو فرستادن آوردن. خودتون تصور بکنید یه دختر بچه 3-4 ساله این سر رو گذاشتن تو دامنش. این طفلک این سر رو گرفت، شروع کرد درد و دل کردن. یا ابتا من الذی قطع وریدک، بابا جان کی رگای گردن تو اینجوری کرد؟ یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا جان کی منو یتیمم کرد؟ شروع کرد اینا رو گفتن. یه مرتبه دیدن سر مقدس از دستای کوچولوش غلطید و خودش افتاد. همون شب دفنش کردن. زینب کبرا وقتی که دفن شد، این نازدانه شروع کرد همه رو تسلی دادن، یکی یکی آروم کردن. فقط یه نفر رو نتونست آروم بکنه و اون خواهرش ام کلثوم رو قبر رقیه افتاده بود، بلند بلند گریه میکرد. زینب گفت خواهرم میدونم مصیبت سنگینه، اما مثل من و تو بزرگترین باید صبر بکنی. ام کلثوم گفت زینبم یه چیزی من دیدم، او منو آتش میزنه، ختم مصیبت من همین.
زینب جان اون موقعی که وارد شام شدیم در کاروان اسرا، این نازدانه تو بغل من بود، میدید که بچه های شامی تو بغل پدر و مادراشون یه لقمه نانی تو دستشون هست، این طفلک گرسنه بود سر به گوش من گذاشت گفت عمه جان یه لقمه نان دارید به من بدی. زینب اون چیزی که منو آتیش میزنه گرسنه از دنیا رفت در حالی که من نتونستم با یه لقمه نان سیرش بکنم. خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را با ناله یتیمی خود زیر و رو کند. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا تو رو قسمت میدیم به این نازدانه ابا عبدالله، تو رو قسمت میدیم به ستمهایی که تمام آل الله کشیدن، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا این عشقها توسلات از همه ما به کرمت قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. به محمد و آل محمد شر دشمنان اسلام خصوصا اسرائیل و آمریکا به خودشون برگردان. خدای به محمد و آل محمد این مردم ستم دیده و مظلوم غزه و فلسطین رو خودت در همین ماه از سایه رهایی عنایت بفرما. به محمد و آل محمد خدایا رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل عظیم و شأنمون شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. خدای در رأس همه دعاهامون فرج مولامون امام زمانمونه، فرجش رو تعجیل بفرما. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.